سلام علیکم. مقبولک چنل پریفان، پریسا هستم. خوش گلدینی. درود عزیزان، خیلی خوش اومدید. سینا هستم، برگشتیم در پریفان با یه ویدیو ریاکشن دیگه خدمت شما. پس بدون معطلی میریم ویدیو رو شروع میکنیم و تا ثانیه آخر با ما همراه باشید و لایک ویدیو رو بزنید. فراموش نکنید، یادتون نره بعد از در این ویدیو حتما به چنل پریفان ملودی، چنل موزیک هم تشریف بیارید. ریاکشن های موزیک اونجا قرار میگیره، دونه دونه پیشنهادات شماست. ممنونم از کامنت های زیباتون. حاضر شید که بریم و ویدیو رو ببینیم. این ویدیو بسیار جذاب و مورد پسند انشاءالله. ببینیم و خیلی شده. حاضرید؟ چرا داد میزنی سر بچه ها؟ برای آخرت باشه. اصل بهاره و گربه ها و جفتگیری و کار بزنید بریم. نظرتون در مورد ازدواج با اتباع خارجی چیه؟ نظرم در باره ازدواج با اتباع خارجی، آره، من هم دوست افغان داشتم، هم داشتم دوستایی که با حالا کسایی که افغان بودن ازدواج کردم. سلام، ما در این ویدیو نظر شهروندهای تهرانی راجع به ازدواج با جوان اهل افغانستان را میپرسیم. لطفاً تا آخری برنامه همراه باشید. حجت احمدی. سلام خانم، وقتتون بخیر. سلام، خیلی ممنونم، متشکرم. میتونم بپرسم شما مجردید یا متأهل؟ مجرد هستم. نظرتون در مورد ازدواج با اتباع خارجی چیه؟ راستیتش دور اطرافیانم نبوده. مثلا نظر کلیمون بخوام بگم، در مورد فرهنگ و اینا میدونم که خیلی مشخصا بگم که یه پسری اهل کشور افغانستان باشه و بیاد خواستگاریتون، یعنی از شما خوشش بیاد و قصد ازدواج داشته باشه. راستیتش این موضوع رو من خودم فکر کردم، ولی اینکه خودم باید احساس داشته باشم به طرف، هم به نظرم مهم نیستش که مثلا از چه کشوری باشن یا اصلا ایرانی باشه یا غیر ایرانی باشه، مهم اینه که این علاقه بینمون باشه. مطمئنا حالا تو این جامعه‌ای که ما داریم 80-90% که مالی هستش، ولی به نظرم اون علاقه را هم آدم داشته باشه. پس براتون ملیت فرقی نمی‌کنه، اهل هر جایی باشه، مهم اینه که دوستش داشته باشه. دقیقاً، بله، من مشکلی ندارم با این موضوع. گوگوش چی میگه؟ گوگوش میگه که پشت یه دیوار سنگی دو تا پنجره سیرن. حداقل دارم راهنماییت میکنم، ادامهشو خب من اون رو بلد بودم دیگه، عذرخواهی میکنم، ولی واقعا قشنگ گفتی شما. یه بار دیگه میتونی برامون بخونی؟ بوده دور و برتون دوست از اتباع افغانستان داشتی خودتون، یا مثلا موردی مشابه توی اطراف فامیلتون؟ فامیل که نه، ولی دوستان بودن، چرا، با افغانی بودن و هیچ مشکلی هم نداشتن، ولی ازدواج نکردم، ولی دوست بودم با هم. هیچ مشکلی براشون پیش نیومد؟ نه، در مورد اینکه مثلا میخوان سرکوب بزنن به هم که مثلا شما افغانی هستی من ایرانی هستم، این آره دقیقاً اینجور مشکلی نداشتن. شما متأهلید یا مجرد؟ مجرد. سوالم ازتون اینه که نظرتون در مورد ازدواج با اتباع خارجی چیه؟ برام مشکلی نداره، یعنی فرق نمیکنه نژادش چی باشه. حتی اگه اهل افغانستان باشه پسر؟ حتی اگه اهل افغانستان باشه. به نظرت خانواده و بقیه مشکلی نداشته باشن با این موضوع؟ شاید 50%. خوشگل باشه. بعد میتونی راضیشون کنی که من میخوام با یه فرد، با یه پسر افغانی ازدواج کنم؟ آره. مشکل نداره؟ مشکل دارم، ولی میتونم راضیشون کنم. داشتی دوستی دور و برت دوست افغان داری، یا مثلا دور و برت این اتفاق افتاده که با افغان ازدواج کردی؟ خوشم میاد، به خصوص تو جوانای الان مثلا کشور خودمون ایران، حتی افغانستان داریم میبینیم خیلی بالغ شدن، یعنی نسبت به سنشون خیلی بزرگتر میاندیشن. شاید مثلا این خواهرمون 18-19 سالش بیشتر نباشه، ولی خیلی جوابای تو آن داره جواب میده و جوابای منطقی قشنگی داره میده. ولی بازم برمیگردیم به همون، یه شهر با یه شهر دیگه توی یه کشور خیلی وقتا کلی چالش فرهنگی و اخلاقی و فرهنگ بزرگ شدن از بچگی داره. خب مطمئنن اون خواهر اولمون هم خیلی خوب جواب داد، میگه 80% این روزا مسئله مالیه. ولی درسته، حالا یه نفر مولتی میلیاردر هم باشه ولی مثلا اون اخلاقا همه چی با هم مچ نباشه، خب پس 80% حل نیست، پس 80% نیست، میدونی؟ آخرش مهمه. دوباره به جدایی خدای نکرده میرسه و این داستانا، یعنی برای هر یعنی خود همسایه‌ت رو هم بری بگیری. خب داره میگه 80% از 100 رو من میذارم، داریم تو دوره حاضر میذاریم مالی. خب اون 20% میشه از کجاست، کیه، چه شکلیه. پس اگر اون حل باشه اون 20% خیلی کمه، حداقل نگفت 50% مسئله مالی است. مثلا من اینجوری به نظرم بهتر میتونه باشه. زندگیشون چجوری شده؟ ازدواج نشه ولی رفیق داشتن. خودت رفیق دختر افغان داشتی؟ نه پسر.
رفیق پسر افغان داشتی؟ چجوری بوده؟ نظرت در موردش چیه؟ خوب بود، فرقی نمیکرد مثلا نژادش ایرانی باشه یا افغانی باشه یا هر جای دیگه، یعنی کلا نژاد برات فرق نمیکنه، بس انسانیت و نژاد پرستی نیستم. ایول، خیلی عالی. خیلی ممنون از اینکه شرکت کردی. اگه راضی باشی ویدیو تو پخش کنیم یه لایک نشون بده به دوربین. بله. سلام خانم، شما متأهلید یا مجرد؟ مجرد. سلام. سلام، خوبین؟ نظرتون در مورد ازدواج با اتباع خارجی چیه؟ دوباره از اول. سلام. متأهلید یا مجرد؟ مجرد. سلام. سلام، خوبین؟ نظرتون در مورد ازدواج با اتباع خارجی چیه؟ یعنی که مشکلی داره یا نه؟ مشکل نمیدونم اینو، چون داشتم اطرافم هم و به نظرم ملاک درستی برای اینکه یک آدمی رو انتخاب کنی یا رد کنی نیست، اگر زندگی بر مبنای عشق باشه. اگه نباشه که بر مبنای موقعیت و دیگه تکلیفش مشخصه. در مورد اتباع افغانستان مثلا فکر کنی خواستگار دارید، پسر اهل افغانستان هست، خودتون های مشکلی ندارید و در قدم دوم خانوادتون به نظرتون مشکلی ندارن یا دور اطراف؟ من فکر میکنم اگر شرایط اوکی باشه، یعنی اگر من اون آدم رو بشناسم، اگر بتونم باهاش ارتباط برقرار کنم، اگر باهاش راحت باشم، رفیق باشم، مشکلی نداره از نظر من، چون اصل ازدواج همینه دیگه. آیا داشتی دوروبرتون دوستای افغان یا مثلا دوروبرتون فامیل دوست آشنا ازدواج کرده باشن یا کلا دوست افغان داشته باشی؟ آره، من هم دوست افغان داشتم، هم داشتم دوستایی که با حالا کسایی که افغان بودن ازدواج کردم و واقعا موفق بودم به نظرم، و دوستایی که داشتم اینطور. آره، تو مشکلی بر نخورد از نظر اجتماع توی این زاویه دید بالا به پایینی که هست توی اجتماع؟ توی ازدواجشون نه. چرا؟ ببین یه ذره تاثیر داره به نظرم. خب اونم شاید حرف آدم ها باشه که تو فرهنگ ایران هست. من احساس میکنم مردم کشور افغانستان خیلی خانواده دوست ترن تا مردم ایران. یعنی همیشه مثلا آهنگایی داریم، همیشه نمیدونم دکلمه و این محلی خانهایی داریم که خیلی از دوری وطن و دوری مادر و چیزهای اینجوری، و حتی دوستانی هم که توی ترکیه داریم، اونایی که تنها اومدن، میبینیم که چقدر دغدغه‌شون خانواده‌شون هست، دوری مثلا پدر و مادرشون هست. من توی ایرانی کمتر دیدیم که مثلا میشه گفت وابستگی عاطفی روحی بالاتری دارن. حالا همینه که اگر که مثلا ازدواج کنن خیلی وابستگی دارن حتما به همسرشون، فرقی نمی‌کنه پسر افغانستان باشه یا دختر افغانستان. جالب بود. نقطه‌ای بود که من اصلا بهش، ولی توی ازدواج خودشون نه مشکل نشدن و زندگی واقعا درست و سالم میدارن. خیلی ممنون از شما. اجازه میدید ویدیوتون رو پخش کنیم یه لایک نشون میدید؟ بله حتما. خیلی ممنونم، وقتتون بخیر. سلام، مرسی، وقت شما هم بخیر. شما مجردی که متأهل؟ مجرد. نظرتون در مورد ازدواج با اتباع خارجی چیه؟ من موافق نیستم حقیقتا با این موضوع، نظر شخصی من. مشخصا مثلا یه پسر اهل افغانستان باشه و خواستگارتون باشه، دوستش داشته باشید، دوستتون داشته باشه و یعنی طرز فکر خودتون در موردش داره میگه نمیتونه دوست داشته باشه یک اتباع، یعنی میخواد... خارجی رو هر جایی که باشه اصلا براش مهم نه، میخواد اینو بگه که همه چی تمومه، یعنی همه شرایطش به بهترین شکل ممکن این پسر داره، یعنی موقعیت عالی، الان چی میتونی دوستش داشته باشی یا نمیتونی دوستش داشته باشی، یعنی حتی اون ارتباط. آقا فکر کن یه خواستگار داره، همه چیزش پرفکته، یه خواستگاری هم میاد میکنه، اینم وابسته انگار میشه، احساسی میشه، آخرین لول میاد میگه من اهل افغانستان هستم، حالا چی؟ خب قبلش باید یه دوستی، یه ارتباط دوستانه وجود داشته باشه که ببینی آیا واقعا اون علاقه شکل میگیره. حالا مامان پسره، مامان دختره رو دیده، قرار اومدن خواستگاری. دیده دیده. حالا این علاقه خودتون یا خانوادتون چی میتونه؟ خب اگه بحث دوست داشتن باشه، قطعاً ملیت میتونه خیلی مهم نباشه و بیشتر اون علاقه است و کنار اومدن با هم دیگه، ولی خب ملیت‌های متفاوت و فرهنگ متفاوت میتونه یکم اشکالات ایجاد کنه به نظر من در یه زندگی مشترک. شما داشتید دوست اهل افغانستان دور براتون همچین ازدواجی که یه طرف افغان باشه یه طرف ایرانی؟ نه، دوست افغان دارم ولی ازدواج این مدلی نه.
نداشتیم اطرافم. خیلی ممنونم ازتون. آیا راضی هستید ویدیوتون پخش بشه با یه بله و لایک نشون بدید؟ بله. خیلی ممنونم ازتون. سلام خانم، شما متأهلید یا مجرد؟ مجرد. نظرتون در مورد ازدواج با اطباء؟ میدونم موضوع اینه که پسره. احتمالاً یه گزارش دیگه هم می‌خواستم بگم داشته باشه از پسرا حالا بپرسه. خارجی چیه؟ مشکل ندارم، عادیه. اطباء خارجی اگه پسر افغانستانی باشه بخواد بیاد خواستگاری، دوستش داشته باشی، دوست داشته باشه، نظر خودت، خانواده چیه؟ خانواده‌ام شاید مشکل داشته باشه ولی خودم اوکی باشم میتونم روزش کنم. یعنی اگر خانواده دخترامون چه برشی دارن، ما جرأت نداشتیم حرف بزنیم. اصلا خیلی نسل‌ها واقعا دارن متحول میشن. مخالف باشه. تحول خوبی هست. بله، صد دفاع شخصی کار کرد. بوده همچین چیزی کسی که با اطباء افغان میتونی برام توضیح بدی؟ دوستام هستن احتمالاً، خیلی هم خانواده مشکل دارن که باهاشون، ولی خب نمیتونم کاری بکنم. پسرم یا هم پسر است هم دختر. تو از نظر نژادی باش مشکل نداره، میدونی که ما دارای فرهنگ مشترک، زبان مشترک، همه چیزمون مشترک بوده تا چند سال پیش. خیلی ممنون، یه لایک نشون میدی به دوربینمون؟ بله ممنون، مرسی، دم شما گرم. قسمت چه دیگه سنسوری یه خورده جدی‌تر خوبه، اشکال نداره، راحت باش. خوبه رو به دور. سلام. دوباره سلام، می‌خواستم نظرتون رو در مورد مثل ما قبل از اینکه شروع کنیم گیت شده بود حال. دوباره سلام، می‌خواستم نظرتون رو در مورد ازدواج بپرسم. شما متأهلید یا اشتباه شد دوباره؟ چرا اول سلام بکنید؟ باشه سلام، برید یک دو سه سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما بخیر. خیلی ممنون. سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما بخیر. شما مجرد یا متأهل؟ مجردم. نظرتون در مورد ازدواج با اطباء خارجی چیه؟ نظرم درباره ازدواج با اطباء خارجی، من خیلی دستبندیش نمی کنم، کلن ازدواج یه مقوله متفاوتیه و حالا کلن ازدواج بلن مخالفم، ولی من که شرطش باشه آدم اینو در نظر نمی گیری که حالا طرف اطباء خارجی عاشق میشی یادت میره. آره یه حالا ازدواج مشکل داره. اطباء داخلیه شرطو در نظر میگه، معیارشو در نظر میگیره. آره دیگه. نظرتون مشخصم در مورد ازدواج با اطباء افغانستان چه؟ مثلا یه پسر اهل کشور افغانستان باشه، خواستگارتون باشه و شرایطش هم اوکی باشه، دوستتون داشته باشه، به نظرتون خودتون باش مشکل دارید؟ خانواده، دوست، اطراف؟ خانواده همون که من نمیتونم نظر بدم، ولی نه خانواده همون جوست، خودم خیلی مخالف این قضیه نیستم. آدم دوباره همون بس میشه دیگه، آدم آشنا میشه یه مدتی رفت آمد میکنه، نه فقط حالا خانوادگی، با طرف آشنا میشه، بعد اگه اوکی بود آره دیگه فرق نمیکنه، خیلی فرقی نمیکنه. داشتین دورو براتون دوستای افغان سخت شروع کرد ولی داره خوب پیش میره. از همشون تا حالا جوابی که داد حالا بهتر از این بابت که مثلا شاید هم فکر با من یا تو. آره آره، وگرنه شاید یه نفر بیاد بگه نه نفر دومیه. آره میدونی، ولی خب آره هم فکر بودیم تقریبا. یا همچین وصلتی داشته باشن اطرافیانتون، فامیل، یه شخص ایرانی با یه شخص افغانستانی ازدواج کرده باشن، زندگیشون چطور بوده؟ من حالا خیلی تو دوست داشتم که حالا افغان باشن، ولی حالا چون حالا مادرم خیلی بیشتر چون مشاور هستن خیلی توی زمینه ارتباط دارن، حالا چون میان خیلی مورد واسه شون که حالا طرف اصلا جفتشون مثلا حالا اطباء خارجی هستن و میان حالا داخل کشور دارن زندگی میکنن، ولی خب خیلی مثلا یه سری مشکلات دارن چون خیلی تنگسازی نشده تو ایران، برخورد درستی ندارن. اگه زوجا از دو تا ملیت باشن، یکی ایرانی باشه یکی خارجی باشه. بله اونجوری هم بوده، ولی مشکل شاید تو زندگیشون بوده. داری بدوامنا رو نگاه میکنیم؟ بدوامن؟ آره آره، داشتم همونا رو اول میدیدم، یکیشون داشت میرم شبیه خالم بود، میرم پیاده روی پارک خانم ها اینجوری را میرم. قبل‌تر بود ولی تهران اینجا. آره خوشگل، بخاطر اینکه این اطباء داخلی این اطباء خارجی ملیتشون نه نه خود ملیت نبود. خیلی ممنون، صحبت دیگه دارید کلا آزاد؟ صحبت دیگه دارم اینه که خب میگم حالا ما چه بریم اون سمت، حالا چه بریم حالا افغانستان کشورهای دیگه یا اصلا اونا میان داخل کشور ما، مهم اینه که هر کسی داره تلاششو میکنه، هر کس زندگی خودشو داره. قنیسو به خاطر اینکه مثلا طرف حالا اطباء خارجی باشه رفتار متفاوت تری داشته باشه، همون بحث انسانیته و اینکه تو چه جور رفتار بکنی باهاشون. ببینید خیلی ممنون از دیدگاه قشنگتون. شما راضی هستید ما ویدیو شما بله و یه لایک به دوربینمون نشون بدید؟ بله.
خیلی ممنونم ازتون. چی شد؟ بله خیلی ممنونم ازتون. سلام خانم، وقتتون بخیر. سلام، وقتتون بخیر. شما متأهلید یا مجرد؟ مجرد هستم. نظرتون در مورد ازدواج با اتباع خارجی چیه؟ چه حوصله از حرف زده. بازم تشکر ازت. سوالات خیلی خوب کاتگوری مشخصه و سوالات خیلی جامعه. یعنی جواب طولانی نمیطلبه که طرف بخواد کلی داستان بگه. این هنر گزارش گیره در واقع. بازم بستگی داره. بستگی به چی مثلا؟ شرایط خاصی داره. من خودم دارم دوستان افغانی که خب بالاخره با اتباع غیر افغان هستن، ایرانی و اینا در ارتباط بودن یا مثلا کشورهای دیگه، ملیت‌های دیگه، و ارتباطشون خیلی خوب بوده، خیلی مثبت بوده همه چی، ولی خیلی سختگیری دارن و این خیلی باید یعنی براتون جا افتاده باشه که آدما با این مشکل دارن و اگر دیدگاهی نسبت بهش دارن باید خیلی دلتون بزرگ باشه منظورم که باش کنار بیان. بله. آیا بوده دور و برتون یا مثلا اگه برای خودتون پیش بیاد خواستگاری داشته باشید از کشور افغانستان که دوستش داشته باشید، دوستتون داشته باشه، نظر خودتون و نظر خانوادتون چی میتونه باشه در این مورد؟ طبیعتا بعضا ممکنه که اتفاق بیفته و برای من مشکل چندانی نداره اگر آدم که پیدا کنم آدم مثلا خودم باشه، بدونم که آدم خودم، ولی خب میدونم کیف میکنه. گفتم دیدگاه خیلی دربارش اوکی نمیتونه باشه. یعنی از نظر خودتون شخصی هم ملیت براتون مهم نیست تو بحث ازدواج؟ نه، ملیت خیلی چیزا رو نمیتونه بسازه که شخصیت مهمه. خیلی مهمه مثلا اینکه ملیت نزدیک باشه، خیلی مهمه. مثلا اینکه افغانستانی ها ملیت یعنی فرهنگشون خیلی نزدیک ایرانه، این خیلی مهمه و منظورم خیلی مثبت و خوبه به شرط اینکه به سمت و سوق درستی بره. خیلی ممنونم ازتون. آقای راضی هستی ویدیو تو پخش بشه؟ آره، با یه بله و لایک بدید. بله حتما. اوکی. خیلی ممنونم ازتون. زنده باشید. خیلی ممنون از تو. هم قشنگ، بالای خوش داشتنی. امیدوارم که خیلی موفق تر از این ببینیم تو بتره کنی. بریم و در ادامه پیام‌های بازرگانی یکم راجبش حرف بزنیم. خیلی ویدیو قشنگی. ویدیو خیلی جای صحبت داره. در واقع میشه اینجوری جمع‌بندی کرد که بفهم. نه تو نه نظر خودتو باید بگی. توپو میندازی تو زمین من. نه میدونی چیه؟ آخه من منتظر بودم که بریم یه سورپرایز دنبوره داشتیم که توی دایرکت فرستاده بودید و خواهیم باید ببینیمش. ولی قبلش فکر میکنم که نظرات حاصل جمعش یه تفکر شده. یعنی خانم ها تقریبا خانم های مجرد یه جور داشتن فکر میکردن. خوبی داشت. یعنی باری کلا واقعا خیلی، چون من یادم دوران دبیرستان که هنرستان که بودم یکی از دوستام توی فیسبوک با یک پسر اهل افغانستان آشنا شده بود و اینها، حالا پسره به موقعیتی رسیده بود که مهاجرت کرده بود و کشور خوبی هم بود و خب خواستگاری کردن دیگه آنلاین که بیا و میارمت اینجا و میتونست بیاد ایران که بیام ببرمت. صحبت و درد و دلی که میکرد میگفت همه چیزش خوبه، مهربونه، زمان میذاره، عیدا، تولدا، مراسما واسه من پول میفرسته که مثلا برم هدیه بخرم و اینها، ولی این ته تهش که اهل افغانستانه یه کوچولو انگار نمیتونم برم جلو. که مثلا ما صحبت میکردیم گفتیم واقعا چه فرقی میکنه مثلا پسر ایران، ولی جامعه داره به همین سطح میرسه. یعنی میخواستی اینو بگی که سطح جامعه ولی خیلی بزرگ شدن و خیلی هم بستگی داره به اون رفتار و کنش هایی که عزیزان اهل افغانستان وقتی در ایران زندگی میکنند. بس مطمئنن جوانهای بروزتری با تفکرات مچتری با جامعه ایران هستند الان. شاید مثلا اون موقع رویکردهای منفی بوده به خاطر این میگفتن مثلا فکر میکردن جالب نمیتونه در بیاد قضیه. نمیدونم. سپرایز تایم. گوشش کنیم. چانم این دنبوره داره باید حرف میزن حل میده آنم گل میزن یه چیز
جالبه که الان تو دنبوره دیدم این دستشو چیز گذاشته بود. آها مزراب دنبوره. مزراب گذاشته بود ولی همه انگشتاش درگیر بود. خودش برای مزراب. ولی من عاشق تایتل این ویدیو شدم. دروغ چرا؟ یعنی خیلی زیبا بود. همین بود. گوش کن دنبوره را گپ میزنه. دنبوره را گپ میزنه. از مصطفی جان؟ آره. از خالد مصطفی. نه. خالد نیست. جانم مصطفی. جانم آره. مصطفی. مصطفی گل امید که موفق بشی تر بیای بالا و موزیکای توپ بدی و ما هم کیفشو ببریم بیشتر. ان شاء الله. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک ویدیو رو زده باشید. اگر خوشتون اومد واسه دوستاتون هم بفرستید. امیدوارم که زودی برگردیم خدمتتون با یه ویدیو دیگه. خب حالا برو. قربون شکل ماهتون. بر پانتومی میشه دیگه. قربونه شکل ماهت. خب این چیه؟ شکل ماهه یعنی ماه شب 14 که گرده. نه اینجوری. قربونه شکل ماهتون. ماچ به کله هاتون. تا ویدیو بعد با یه ویدیو دیگه خدا نگهدارتون.